ضربه بلند به میانه زمین. ساموئل ضربه سر رو میزنه. اکبرپور پاس به عقب میده. فایده ای نداره. دوباره سیاوش اکبرپور. جباری. جباری در میانه زمین. میبره توپ رو به سمت راست. فرصت برای تیم استقلال داره ایجاد میشه. عرض پاس رو به جلو. حاتمی گوشه زمین. حالا انسان داره دروازه موقع برای تیم استقلال. عرضه، ضربه عرضه و توی دروازه. گل برای تیم استقلال. دومین حمله استقلال به گل منتهی میشه. استقلال 1-0. زنده گل عرضه. ویکتور عرضه بازیکن اهل کشور بولیوی توپ رو در دنای دروازه جای میده. بازیکن 27 ساله تیم استقلال که بدین شکل دروازه رو باز میکنه. اینم فیروز کریمی که به هر حال با اومدن او بخش طنز کنفرانس های مطبوعاتی تقویت خواهد شد. خسرو حیدری. ساموئل. حمودی. ساموئل. عمران زاده. حاتمی. صادقی. پاس تک ضربه عالی به سمت چپ زمین. بگزاده ببینیم میتونی یه سانت بکنه در طول مسابقه. اصلا سانتی نکرده. حالا این کار رو انجام میده. فرصت و توی دروازه. توی دروازه. حاتمی گل دوم تیم استقلال رو به ثمر میرسونه. و بازم هواداره استقلال به وجد میان از گلزنی تیمشون. حاتمیه که دومین گل استقلال رو در این میدان به ثمر میرسونه. حرکت استقلالیا جالب بود. پاس صادقی، حرکت بگزاده، ارسال زیبای او به روی دروازه که حالا ببینیم. و در نهایت همکاری اکبرپور و حاتمی. و حاتمی که نشون میده چارچوب خوب میشناسه. بگزاده سانت نکرد. آخرش این سانت خیلی خوب کرد که اکبرپور زوج حاتمی او رو در اختیار این بازیکن گلزن قرار میده و به این ترتیب که استقلال بعدی استقلال جلو میفته. نتیجه بود بهمن ماه در مقابل راه آهن خواهد بود. تیم ملی ایران هم در همین ورزشگاه در مقابل لبنان 18 بهمن ماه بازی خواهد داشت. زمینی که پیکان بازی عقب افتاده داره که باید با داماش انجام بده. جباری بازم بلند آشنا که اشتباه میکنه ولی در سه مرحله میخواد توپ بگیره. توی دروازه. توی دروازه. فرهاد مجیدی گل سوم استقلال رو به ثمر میرسونه. یه دونه پیراهن استقلال دیگه زیرش پوشیده و میره به سمت هواداره استقلال. حالا دیگه اون پیراهن رو کی میخواد بگیره معلوم نیست. پیراهن رو پرتاب میکنه میانه هوادارایی که واقعا تشویقش میکردن. بازگشت فرهاد مجیدی با گل همراه هست و البته اشتباه آشنا هم بهش کمک کرد. نکنید اینجا رو راحت میتونست اصلا رها کنه و بیرون بره. بعد در دو مرحله متوس میره. مرحله سوم هم دستش فقط رو توپ بود و مجیدی دیگه بازیکنی نیست که به سادگی اجازه بده این موقعیت ازش در بره. راحتی هر چه تمام‌تر اومد و ضربه آخر رو وارد کرد و استقلال رو 3-0 جلو انداخت. بازگشت با شکوه فرهاد مجیدی به تیم استقلال.